با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند، امروز اول ماه فوریه سال 2019 ساعت 1:20 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکاست. از مشارکت بی‌نظیر شما بینندگان ارجمند سپاسگزاری میکنم و بسیار خوشحال هستم که شما عزیزان این مقدار علاقه و شوق به همصحبتی با خدا دارید و با کلام خدا اینقدر انس و الفت دارید و اینقدر احساس آرامش و آسایش میکنید در سایه کلمات حضرت حق. آیه شماره 102 از سوره 16 میگوید بگو، و در برنامه قبل گفتیم که بگو تأکید بر انتشار آیه و تکرار در قرائت هست، که بعضی از آیه های قرآن که با تأکید بر قل، امر به قل شده، امر به گفتن شده، البته نفی گفتن رو از بقیه آیات نمی کنه، اما یک موضوع دیگه ای رو تشدید در تصریحش میکنه در واقع، که هر که این آیه رو میشنود این فرمان رو میشنود و باید این فرمان رو اجرا کند، یک بار دیگر این آیه خوانده میشه. آیه های مهم، فوق العاده مهم در قرآن در حکمت الهی دارای این خاصیت است. بگو که آن آیات رو، آیاتی که در آیه قبلی گفت که افترا میزنند به رسول اکرم که اینها را از خودت ساختی، چون که این آیه های قبلی رو که مدعیان دارا بودن اون در تورات و انجیل یا به وجود اون معتقدند یا به عدم وجود او، در هر حال دشمنی میکنند، این آیات رو میگوید که بگو که این آیات رو روح القدس از طرف پروردگار فرود آورده. کسانی که ایمان آوردند ایمان ایشان استوار شود و برای کسانی که تسلیم هستند هدایت و بشارت بشود. در واقع این کلمه روح القدس رو که تفاوت اسمی با جبرئیل داره این است که قرآن چون امر میکند به پیامبر که به چه کسانی بگو، به کسانی که به باور خودشون باور مسیحیت دارند و باور به حقانیت حضرت عیسی دارند و در باور اونها، در باور توحیدی اونها، نه باور مشرکانه اونها، اون جبرئیلی که پیام رو به عیسی می آورده، اون جبرئیل رو در ادبیات اونها روح القدس می نامند. و چون قرآن به همون جماعت اشاره می کنه، چون همون جماعت هستند که بر محمد این افترا رو وارد می کنند که تو دروغگو هستی و افترا می زنی، اینها کلام خدا نیست، می گوید به اونها بگو که اینها این آیات رو برای ما، من، روح القدس آورده. روح القدس رو که میشناسید، داره جبرئیل رو نمیشناسید شما، چون در ادبیات دینی شما نیامده، ولی روح القدس رو که میشناسید، این روح القدس همون جبرئیله ولی به زبان اونها میگوید. فرض کنید که مثلا یک عده آلمانی حرف میزنن، یک عده انگلیسی حرف میزنن، یک عده عربی حرف میزنن، یک عده مثلا فارسی حرف میزنن، صحبت سر خرماست در زبان فارسی، حالا میخواد با اون عربه صحبت بکنه، میگه به این بگو که این همون نخیل است که گفتی، این همون خرماییست که تو به عربی هر جوری که این رو استفاده میکنی ازش، ذهن او متوجه میشود که
به چه چیزی اشاره میکند؟ در واقع اینجا میگوید فرشته وحی این آیات رو برای من آورده، به اینها بگو. من افترا نمیزنم، من دروغ نمیگویم، اینها رو فرشته وحی بر من فرو آورده. اینها فرشته وحی رو به نام روح القدس میشناسند، بنابراین به اینها بگو که روح القدس اینها رو برای من آورده. این تفاوتیست. و ایلا روح القدس و جبرئیل از نقطه نظر انتقال مفهوم یک وحی هر دو یک نقش واحد دارند و اساسا هر دو اشاره به یک وجود واحد هستند و به یک حالت واحدی اشاره میکنند. بگو که اون آیاتی رو که مورد اعتراض شماست، اونها رو روح القدس از طرف پروردگار، از طرف رب، بر اساس حق و حقانیت اینها رو فرود آورده، نازل کرده و کسانی که ایمان آوردند اینها استوار می شوند به دینشون با این آیات، و این آیات هدایت و بشارت است برای کسانی که تسلیم خدا است. قل بگو نزله، بگو که نازل کرده است روح القدس، روح القدس من از ربک سوی رب تو، بالحق برحق، لیثبت که ثبات ببخشد و محکم بسازد و استحکام ببخشد بر الذین، بر ایمان کسانی که آمنو، دارای ایمان هستند، و هدن، و دیگر بگو که این آیات علاوه بر این که بر حق است، از سوی رب است، از طرف به وسیله روح القدس است، برای اثبات باور باورمندان است، ضمناً هم هدایت است و بشرا، و هم بشارت است، للمسلمی، برای کسانی که تسلیم به امر خدا هستند. مسلم در اینجا یک اشکالی داره که در ترجمه، وقتی ما ترجمه مسلم میکنیم که اصلا این لغت رو بعد از این باید برداریم و به جای این تسلیم شده بگذاریم، برای اینکه وقتی که ما مسلم نام میبریم اشاره به یک دین محدودی در یک منطقه محدود و نسبت به یک شرایط محدودی میکند، که مسلم کسی است که باور به قرآن دارد، مسلم کسی است که باور به محمد دارد، در صورتی که مسلم کسی است که اون چرا که آیه خدا گفته شده تسلیم به اون آیات است. باور داشتن و نداشتن اصلا به اسلام ارتباطی ندارد. در واژه مسلم، مسلم به یک فعل اشاره میکند، تشکر میکنم اتاق فرمان، مسلم به یک فعل اشاره میکند نه به یک عقیده. ممکن است البته همینطور هم هست، یک فعلی است که از یک عقیده برمیخیزد، اما مسلمی نیست که این آقا چیه، این آقا مسلمه، از کجا فهمیدی مسلمه؟ برای اینکه شهادتینشو گفته، برای اینکه گفته خدا یکیست، هر چی خواسته بگه، چه فرقی میکنه؟ عملش چیه؟ عملش هیچی، عمل طاغوت، عمل زور، عمل تکاسر، عمل احتکار، عمل شهوترانی، عمل زنا و زنا رو به جای نکاح معرفی کردن، آبروی دین و خدا و قرآن رو بردن، عملش اینه. ولی خب عقیدهش خیلی خوب عقیده‌ای داره. چه عقیده خوبی داره؟ عقیدهش همین عملی است که انجام میده، همین ظلمی است که میکنه، عقیدهش عقیده ظلم و عقیدهش رو داره انجام میده. منظور این که مسلم به عقیده کاری نداره، ریشه در عقیده داره، ولی ما مسلم به کسی میگوییم که فعل داشته باشه، یعنی تسلیم آیات الهی باشه. تسلیم رو هم ما در ایمان و عقیده و این چیزا جستجو نمی کنیم. تسلیم به تو گفته انفاق کن، من ببینم تو داری انفاق میکنی یا نه، گفته نماز ماعون نخوان،
و این رو للمسلمین، من باید نگاه بکنم ببینم تو نماز تا اون ما اون میخوانی خبر مرگت یا نمیخوانی. میگه نماز ما اون دیگه چجور نمازیه؟ میگه نماز ما اون نمازیست که شما در اون نماز به یتیم کمک میکنی، کمک میکنی به منظور این که یتیم رو از خود دور کنی. ببینید ما کجا هستیم؟ یدو اول یتیم، کمک میکنه به یتیم که دور کنه از خودش با تأخیر. برو گم شد بیه، بیا این $10 بگی، برو گم شد دیگه، اینجا پیداد نشه، آبروی ما رو بردی تو این محل با این لباس تو، با این سری کله تو، بوگند میدی و حمام نرفتی و برو گم شو ببینم دماغت هم تا اینجا آویزونه و کفشم که نداری و خاکم که رو سرت نشسته و برو آقا بیا این پولو بگی برو زود گورتو گم کن نبینه بهت دیگه. یا تو اول یتیم. حالا ما از کجا میفهمیم کسی تسلیم شده یا تسلیم نشده؟ علم غیب که ما نداریم که. من مسلمانم، یعنی چجوری هستی که مسلمانی؟ مثلا شاخ داری، دوم داری؟ مسلمانم یعنی چی؟ من تسلیم امر خدا هستم. میگم کدوم امر خدا رو انجام دادی؟ میگه هنوز که انجام ندادم، یعنی معتقدم به امر خدا. البته من معتقدم که نماز خیلی چیز خوبیه، انفاق خوبه، همه اینا، حج خیلی خوبه، نمیدونم همه رو میشموره. میگم اینایی که میگی فقط وقت منو میگیری، کدومشو انجام دادی تا حالا؟ چند تا یتیم رو تا حالا حمایت کردی؟ دست محبت سر چند تا یتیم کشیدی؟ نه اینکه نون پرت کنی جلوی یتیم. این آقای گماسهیم شریک ما در آلمان جشن تولد پسرش رو در کابل میگیره. خودش البته مقیم آمریکا، مقیم آلمان، دو سه سالش بوده مثل این که الان یه مرد بزرگ نیمه ساله ولی یعنی به سنین نیمه عمرش رسیده یا کمتر یا بیشتر یا هرچه، آدم بزرگی و هر حال بچه نیست و فرزند بزرگ داره، فرزند 18 ساله 20 ساله و اینها داره. جشن تولد گرفته بود برای بچهش در افغانستان و در اونجا این تصمیم گرفته شد که ما برویم و 40 تا 50 تا 60 تا از این بچه های یتیم کثیف حمام نرفته بوگندو رو پیدا بکنیم و اینها رو ببریم به حمام، شستشو بدیم، تمیز بشن، دست محبت سر اینها بکشیم، به اینها احترام بذاریم، شخصیت به اینها ببخشیم. بعد از اینکه اینها رو بردیم شستیم تمام شد، اینها بردیم بازار، اینها رو برای کفش و کلاه و جوراب و چه لباس برای اینها بخریم و بعد اینها رو برای جشن تولد ببریم در یک هتلی و غذاهای خوبی که موجود هست بهترین غذا رو به اینها بدیم، سازی هم بزنند و رقصی هم بکنند و جشن بگیرن برای فرزند آقای سهیم. و ما بعد از اینکه به این شرافت رسیدیم که پای این بچه ها رو ببوسیم، دستشون رو ببوسیم و به اینها جرأت بدیم، به اینها شخصیت بدیم، تا اینکه شما یک نانی هم به یک بچه بدید پرت کنید جلوش که برو دیگه دست از سرم برداری، اینم بگیر، اینجاها پیداد نشان، آبرو ما رو میبری، مهمون داریم، الان مهمان میخواد بیاد نگاه میکنه میگه این کیه، ما این ریخته شد تو الان آبرو ما رو برد. مسلم یعنی تسلیم شده به امر خدا. امر خدا باز هم یک واژه‌ای نیست که گمنام باشه و بی‌معنی باشه. امر خدا یعنی آیات خدا. آیات خدا حبل الله. حبل الله کجاست؟ در قرآن. قرآن کجاست؟ در مقابل شما. باز کن بخون ببین چی نوشته، انجام بده میشه مسلم. برای چندمین بار عرض میکنم که مسلم رو تا به حال اگه در ذهنتون داشتید که اشاره به دارنده یک فلسفه و یک ایدئولوژی، یک اندیشه فکری در ذهن یک آدم هست، اعتقاد به یک اندیشه ای داره، به یک روشی داره، میگن مسلم. اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست.
مسلم یعنی تسلیم شده و همونطور که چند بار عرض کردم و ملال آور هم شده برای شما، مسلم یعنی تسلیم شده، اشاره به فعل میکند، اشاره به عرض میکنم حضورتون که چیز دیگری نیست. در آیه شماره 103 و نیک میدانیم که آنان میگویند جز این نیست که بشری به او میآموزد، نه چنین نیست، زیرا زبان کسی که این نسبت را به او میدهند غیر عربی است و این قرآن به زبان عربی روشن است. ملاحظه بفرمایید که این آیه خیلی دقت باید بشه درش. و نیک میدانیم، اطلاع داریم، کاملا علم داریم به این که ایشان میگویند که تعلیم میدهد، جز این نیست که تعلیم میدهد بشری به او این مطالب رو. میگوید که این نسبت رو میآموزد، چنین نیست. البته این چنین نیست در متن آیه نیست، اشاره میکند که زبان کسی که این نسبت رو به او میدهند، یعنی اون کسی که این آیه ها رو به او میآموزد، زبان او زبان غیر عربی است و این قرآن به زبان عربی روشن است. اجازه بدید یک بار متن این آیه رو بخوانیم. آیه بسیار عمیقی است که دقت فراوان در ادراک اون لازم هست. ولقد و قطعاً نعلم، ما میدانیم، انهم که ایشان، یقولون میگویند، اینما تنها، به درستی تنها، فقط، یعلمه می آموزند به او، بشر یک بشر، یک انسان، بشر لسان به زبان الذی، به زبان آن کسی که، یلحدون آنها اشاره به اون می کنند، ایلیهی اعجمیون به کسی اشاره می کنند که زبان او زبان اعجمی است، زبان نامفهوم است. و هذا، و در حالی که، لسانون این زبان می باشد، یعنی زبان این رسول و زبان این کتاب می باشد، عربیون زبان شناسای مبین گویا و روشن. توجه، تشکر میکنم اتاق فرمان، توجه داشته باشید که ما در اینجا، در آیه های قبل بودید و دیدید که ما از واژه اعرابی در قرآن نام بردیم که در اونجا میگوید که اینها خیلی آدم های بدی هستند و نادانترین آدم ها هستند و خائنترین آدم ها.
اونها رو خواندیم و تقدیم کردیم و اینا. اتفاقا دیروز و پریروز هم از شبکه پخش میشد اون آیات. فکر میکنم که آیه 98 سوره نهم باشه که پخش میشد. اعرابی جمع و مفرد نداره در زبان عربی و اشاره به صحرانشینان و بیابانگردهای منطقه عربستان امروز تا ربع خالی تا یمن امروز، این منطقه رو افرادی که بومی این منطقه هستند به نام عربی قرآن نام میبرد و هیچ ارتباطی بین عربی که اشاره به آدم میکنه و عرب که اشاره به زبان میکنه. ما عرب رو به عنوان آدم و به عنوان نژاد نبایستی که مورد معاینه قرار بدیم. عرب اشاره به خود عرب یعنی مفهوم، یعنی فهمیده شده، یعنی چیزی که میتواند مورد ادراک و مورد فهم قرار بگیرد و مفهوم بشود و معروف بشود و مدرک بشود. اینها معنی عربه و البته انتساب به عرب میشود عربی، چیزی که مربوط به عرب است. در مقابل عرب که شناسا باید معنی بشه، ما ناشناس داریم و به جای عرب که باید مفهوم معنی بشه، ما معنی عجم نامفهوم رو داریم. طبعا زبان عربی رو که عربی ها می شنیدند و می فهمیدند زبان مشخصی بوده است که قابل درک بوده برای اونها، به زبانی که درک می کردند اون زبان رو و برای اونها شناسا بوده می گفتند زبان شناخته شده، زبان شناسا، زبان مفهومه و یا زبان عربی. زبان عربی برای عربی ها به هر زبانی گفته می شده است که مفهوم اونها باشد. حالا همین یک زبان مفهوم اونها بوده، به این زبان می گفتن عربی. شما توجه باید داشته باشید که در مقابل عربستان عجمستان وجود داره، از نقطه نظر زبان عرض میکنم، و پایتخت این عجمستان که ایران بزرگ اون زمان بوده در جاییست که امروز نیمه خاک عراق است. یعنی اگر به این بصره وارد بشوید در اونجا یا به مدائن وارد بشوید، در اونجا نگاه میکنید که مرز بین ایران و عربستان در اونجا قرار داره، یعنی حدود دوتا کشور یا دوتا سرزمین اونجا هم دیگر با هم مواجه هستند و خب اینها با اونها تماس داشتن دیگه، هم مرز هستن دیگه، ولی زبان هم رو نمی فهمیدن، یا لااقل عربی ها زبان اینها عجمی ها رو نمی فهمیدن. به این کسانی که سخن اینها رو نمی فهمیدن به نام زبان اینها می گفتن زبان نامفهومه، زبان غیر شناسا، زبان غیر معلومه. این واژه ها در زبان عربی عجم معنی می دهد. عجم یعنی ناشناخته، یعنی ناشناس، یعنی نامفهوم. زبان عجم یعنی زبانی که ما نمی فهمیم اینها چه می گویند. و برای عربی ها هر زبانی رو که نمی فهمیدن می گفتن عجم. اگه به چین هم می رفتن زبان چینی رو هم می گفتن عجم، چون با این افراد فارسی زبان یا هر زبان دیگری که در اون زمان داشتند مواجه بودند به این زبان میگفتن زبان عجمی، یعنی زبان نامفهوم، به زبان خودشون زبان عربی یعنی زبان مفهوم. حالا در اینجا میگوید که و ما میدانیم که اونها خواهند گفت و میگویند که اینطور، اونها اینطور میگن که جز این نیست که بشری به این به او میآموزد، یعنی به این محمد یک انسان این چیزها رو یاد میده. و در اینجا اشاره غیر مستقیم به کسی میشود که زبان او زبان عربی نبوده
اما مسلمان بوده. یعنی یک چنین شخصیتی وجود داشته در اونجا که عالم بوده و اینقدر عالم بوده که این اتهام برش وارد بوده که او معلم محمد است و او این حرفها رو به محمد یاد میدهد و این دروغها رو و میگوید اینها رو بگو خدا گفته، ولی لااقل اینقدر باسواد بوده و اینقدر عالم بوده که این آیاتی رو که قرآن میگوید محمد میگوید اینها قرآن است و خدا گفته، محمد دروغ میگوید خدا نگفته، اینها رو اون شخصی گفته که قرآن میگوید که او انقدر باسواد بوده و عالم بوده که این اتهام به او میشده که تویی که قرآن رو گفتی و به این محمد یاد دادی. و قرآن میگوید که اون کسی که این اتهام به او وارد میشود که او معلم محمد بوده است، او کسی است که زبان او زبان عجمی است، زبان عربی نیست، اون عربی سخن نمیگوید، در حالی که قرآن سخن شیوای عربی مبین و بیان شده و روشن و آشکاره، هم مفهومه و هم آشکاره. این زبان شناخته شده اعرابی ها زبان عربی است، همین زبان عربی است که ما باش صحبت میکنیم، همین زبان. و میگوید که اگر که میگویند معلم او یک انسان است، اون انسان مورد نظر اینها زبانش زبان عربی نیست، اون زبانش عجمی است، اعجم است. اعجم رو در مقابل اعراب قرار داده و این زبان نامفهوم داره و این عربی بلد نیست به بیان دیگه، ولی این قرآن به زبان عربی گفته شده. چطور میتواند کسی که زبان اصلیش زبان عربی نیست به این ترتیب در قرآن بیان کند؟ دفاعی است که قرآن میکند که از این اتهامی که به پیامبر وارد شده و نشان میدهد که این اگر بگوییم که سلمان فارسی در اون زمان در اونجا زندگی میکرده و این اتهام مربوط به او میشود و او عرب زبان نبوده، اگر همه این اگرها اگر باشد، این اشاره در واقع به شایعاتی می شود که در زمان رسول اکرم وجود داشته که اون چرا که قرآن نوشته شده، این اتهام بر محمد وارد است که اینها همه گفته های سلمان فارسی است و قرآن در این مورد دفاع می کند که سلمان فارسی عربی نمی دانسته و این بیان قرآن بیان عربی است. و الحاد هم معنی فحش میده هم معنی اشاره میده، و وقتی میگن کسی ملحد هست یعنی اشاره به رد یک موضوع میکنه یا اشاره به فحاشی میکنه، ولی بیشتر اشاره به بی‌اعتبار کردن، توهین کردن و رد یک واقعیت. متن آیه رو اتاق فرمان یک بار دیگر قرار بدید و میگوید که و بی تردید ما میدانیم که ایشان میگویند تنها به او میآموزد بشری، لسان او از چنان است که آنها اشاره میکنند به اون کسی که به اون اشاره میکنند برای این موضوع و این اتهام، او اعجمی است. و هذا لسان، در حالی که لسان می باشد این زبان، یعنی زبان قرآن، عربی، زبان شناسا و مفهوم که عربی است و همینطور زبانی است که زبان آشکار و روشن و مفهوم است. بنابراین نمیتواند که معلم او کسی باشد که خود او
با زبان عربی سخن نمیگوید. تشکر میکنم اتاق فرمان. در آیه 104 میگوید که در حقیقت کسانی که به آیات خدا ایمان دارند، خدا آنان را در حقیقت کسانی که به آیات خدا ایمان ندارند، خدا آنان را هدایت نمی کند و برایشان عذابی دردناک است. آیه 104 برای کسانی که یؤمنون برای کسانی که دارای ایمان نیستند، به آیات الله لا یهدیهم هدایت نمی کند الله ایشان رو، و برای ایشان عذاب و تنبیه دردناکی خواهد بود. در این آیه، یعنی آیه 104، به موضوع عقیده اشاره می کند. تشکر می کنم اتاق فرمان. به موضوع عقیده اشاره می کند که کسانی که از باور یا در باور به یک موضوع احساس امنیت نمی کنند، ایمان داشتن یعنی قبول یک باور کردن، در حالی که در قبول اون باور انسان احساس امنیت و احساس آرامش میکنه. بسیاری از ما بر این اساس اگر به موضوع ایمان نگاه بکنیم، نمیتوانیم که دارای ایمان باشیم. اتاق فرمان، اگر بفرمایید که چند دقیقه دیگه ما تا پایان این برنامه فرصت داریم، من تصور میکنم که دقایق کوتاهی دی ما در پیش داشته باشیم، بعد از اون مدت 30 دقیقه تنفس اعلام میکنیم و باز میگردیم و مجددا با شما خواهیم بود. اتاق فرمان مشغول هستن که اندازه گیری بکنن و ببینن که ما چند دقیقه دیگه فرصت داریم که ما متناسباً آیات رو جوری بیان بکنیم که به یک استنتاج معقولی در یک جایی برسیم. در اینجا در آیه شماره 104 میگوید کسانی که احساس امنیت در باور خودشون ندارند. حالا چرا ما احساس امنیت در باور خودمون نداریم؟ به چیزی که باور داریم، مثلا باور داریم فرض بفرمایید یا عقیده داریم به وجود خدا، اما آیا ما در سایه این خدا احساس امنیت میکنیم یا نه؟ ما میگوییم ما اعتقاد داریم به قرآن، آیا ما در سایه این قرآن احساس اعتقاد به، آیا ما باور میکنیم که در سایه اونچه را که قرآن گفته یا در سایه اطاعت به اونچه را که قرآن گفته ما دارای اون امنیت خاطر میشیم، ما دارای اون سکینه ساکنه میشیم، به اون آرامش میرسیم؟ مثلا قرآن در مورد زندگی بعد از مرگ سخن میگوید. چند نفر از ما هستند که نام این رو دارند که ما ایمان داریم و به قرآن عقیده داریم، قرآن راست میگه زندگی بعد از مرگ وجود داره، ولی واقعا اگر که از اینها بپرسید که خب زندگی بعد از مرگ وجود داره، بهشتی وجود داره، آرامش و آسایش اون سوی خاک و اون سوی قبر وجود داره، چند نفر از این آدم ها هستند که از مرگ نمی هراسند؟ اون کسانی که شستشوی مغزی میدن در بازداشتگاه هایی که از وسایل تسلط و تسخیر روان اونها استفاده میکنند و انتحاری درست میکنم، اونها رو عرض نمیکنم، آدم سالم معمولی رو عرض میکنم که آیا همه این آدم ها، اونهایی هم که باورمند دینی هستند، از مرگ نمی هراسند؟ آیا اونها شکی به این موضوعات قرآنی ندارند؟ ما مجموعاً در باور خودمون
دروغ زیاد میگیم و مبالغه زیاد میکنیم و غیر حقیقت زیاد میگیم و ایمان یعنی اون امنیت و اون اتکا و اون خاصیت پذیرش رو ما نداریم و همطور که عرض کردم ایمان با ادعای عقیده داشتن و باور داشتن یک موضوع تفاوت میکنه. قرآن به کسانی اشاره میکنه که باور رو دارن یا ادعای باور کردن رو دارن ولی در سایه این باور احساس امنیت نمیکنند. اینها تا احساس امنیت نکنند نسبت به اونچه که باور دارند، هدایت قرآن شامل حال اونها نمیشود و کسانی که هدایت قرآن شامل حال اونها نشود طبعا کسانی هستند که برای خودشون عذاب دردناک اکتساب کردند. اتاق فرمان اگر که موافق باشید در اینجا ما برنامه رو به پایان ببریم. تصور میکنم که وقت ما تمام شده باشه و تا 30 دقیقه با بینندگان خداحافظی بکنیم، برگردیم و با بینندگان باشیم. خدا نگهدار.